دو شرط مهم جبهه مقاومت ملی و طالبان. به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال پیام روز. تقاضا می نماییم تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. راحله دوستم در برگه رسمی فیسبوک خود می نویسد: صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت دو شرط بسیار مهم و معقول را برای مذاکره با طالبان مطرح کرده است. 1. نیروهای طالبان از شمال، مناطق مرکزی و بخش‌های از مناطق غرب کشور بیرون شود. 2. امنیت کابل توسط نیروهای حافظ صلح سازمان ملل تامین شود. این موضوع را صبغت الله احمدی سخنگوی جبهه مقاومت در گفتگو با روزنامه اعتماد بیان داشته است. این بدان معناست که اگر طالبان مناطق یاد شده را ترک نکنند، جبهه مقاومت با جنگ این مناطق را آزاد می کند. در این صورت راه مذاکره بسته شده و به این ترتیب مقدمات تشکیل یک دولت مستقل در مناطق یاد شده فراهم می گردد. تا جایی که من به یاد می آورم، این نخستین بار در تاریخ افغانستان است که شرایط مذاکره بین آنانی که در حکومت هستند و نیروهای مخالف نظامی و سیاسی شامل تقسیمات جغرافیای کشور می شود. قبل بر این، در جستجوی راه‌های حل برای بحران‌های سیاسی و نظامی، موضوع سرزمینی مطرح نمی‌شد و شرایط طرفین از تقسیم کرسی‌های حکومت بین طرفین مذاکره فراتر نمی‌رفت. حالا به نظر می‌رسد که وارد مرحله جدیدی از حیات سیاسی خیش شده ایم. حالا دیگر یکی از اصلی ترین طرف های منازعه به این نتیجه گیری رسیده است که دیگر اعتماد برای تشکیل حکومت مشارکتی باقی نمانده است و اگر قرار است مشارکت هم صورت گیرد، این مشارکت میان دو نیروی صورت گیرد که هر کدام از نظر قلمرو سرزمینی صاحب قلمرو و ساختار تشکیلاتی دولت گونه خود باشد. به عبارت دیگر، پیش از مشارکت سهم زمین طرفین مشخص شده باشد. مشارکت میان دو نیرویی که از هر لحاظ به استقلال و توازن قوا رسیده باشد. بعید است که طالبان شرایط یاد شده را بپذیرد. نپذیرفتن این شرایط از سوی طالبان و تاکید جولانه بر جنگ ما را به سوی تشکیل دو دولت در قلمرو افغانستان کنونی سوق می دهد. اگر طالبان از عقلانیت کار بگیرند، شرایط را بپذیرند و مذاکره را آغاز کنند، می توان از تجزیه کشور جلوگیری کرد. طالبان باید به درک رسیده باشند که یک قوم نمی تواند کل کشور را به زور اداره کند. دیر یا زود اقوام غیر پشتون در صدد بیرون کردن طالبان از مناطق خود شده و آنگاه بعد از جنگ های خونین به همین نتیجه خواهیم رسید که اکنون جبهه مقاومت به آن رسیده است. مناطق شمال، مرکزی و بخش از سرزمین های غربی سرزمین های اقوام غیر پشتون است. طالبان دو راه دارند: یا بر اساس یک تفاهم صلح این سرزمین ها را واگذار می کند یا به زور بیرون کرده می شوند رو برداشت. در همین حال روزنامه صبح کابل می نویسد: صلیب سرخ معاش ماهوار 10,000 کارمند صحی در افغانستان را پرداخت می کند. در خبرنامه صلیب سرخ آمده است
مردم باید به مراقبت‌های صحی دسترسی داشته باشند و این یکی از راه‌های است که ما از ادامه کار حیاتی مراکز صحی مطمئن می‌شویم. کمیته بین المللی صلیب سرخ در افغانستان اعلام کرده است که معاش ماهواره حدود 10,000 کارمند صحی در این کشور را پرداخت می کند. این کمیته روز سه شنبه 30 قوس در برگه فیسبوک خود نوشته است که معاش حدود 10,000 کارمند صحی در 23 شفاخانه صحاوی و ولایتی در سراسر افغانستان تا 6 ماه دیگر به گونه ماهوار پرداخت می شود. در خبرنامه صلیب سرخ آمده است: مردم باید به مراقبت های صحی دسترسی داشته باشند و این یکی از راه های است که ما از ادامه کار حیاتی مراکز صحی مطمئن می شویم. صلیب سرخ گفته است که در کنار پرداخت معاش ماهوار 10,000 کارمند صحی، مصارف روزمره و وسایل طبی مراکز صحی و شفاخانه ها نیز فراهم می کند. این در حال است که پس از به قدرت رسیدن طالبان، پرداخت معاش کارمندان دولتی به ویژه کارمندان صحی متوقف شده است. بارها در 4 ماه گذشته کارمندان صحی به دلیل دریافت نکردن معاششان دست به اعتراضاتی زده اند. آنها هشدار می دهند که اگر معاششان پرداخت نشود، پس از این به کار خود حاضر نمی شوند. در همین حال، جاوید یوسفی خبرنگار خبرگزاری آفاق با ضرب چاقو از سوی افراد ناشناس در غرب کابل زخمی شده است. یکی از نزدیکان آقای یوسفی به روزنامه صبح کابل می گوید که این رویداد یک شنبه شب 28 قوس در منطقه چهارراهی حاجی نوروز از مربوطات حوزه 18 امنیتی شهر کابل رخ داده است. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید. ما منتظر نظریات و پیشنهادات سالم شما دوستان هستیم. جهت حمایت از ویدیوهای روزانه ما، کانال یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. تا ویدیوهای دیگر، الله یار و نگهدارتان. اوقات خوش داشته باشید. امید که زنگ آگاهی را فشار دهید.